سوال پنجم، آرایه های اغراق، کنایه، حسن تعلیل، شخصیت بخشی یا تشخیص به ترتیب در کدام ابیات آمده؟ الف سپهبد عنان اژدها را سپرد. اژدها استعار است. تا اینجا ما نکته‌ای نداریم در گزینه الف. ادامه میدیم. به خشم از جهان روشنایی ببرد، یعنی انقدر عصبانی و خشمگین شد که کل جهان تاریک شد. اینجا خب آرای اغراق رو داریم. بچه‌ها آرای اغراق یعنی اینکه یک امر کاملا معمولی رو انقدر بزرگ کنیم که مخاطب حیرت کنه. عموما توی حماسه ها با آرای اغراق مواجه میشیم. خب الف پس اغراق داره که آرای اغراق در گزینه الف وجود داره، گزینه دو این اتفاق افتاده و گزینه چهار الف رو در مورد اغراق صحیح در نظر گرفته. ب فلک در شگفتی ز عزم شماست، ملک آفرین گوی رزم شماست. فلک میگه که آسمان از عزم و اراده شما در شگفتی متعجبه. اگر آسمان از چیزی تعجب کنه، این کار شخصیت دادن به آسمانه، یعنی آسمان رو انسان در نظر گرفته که در واقع تعجب کرده. بچه ها نکته مهم اینه که هر تشخیصی استعاره است. مراقب باشید که اگر اینجا گفته بود که در صورت سوال استعاره خواسته بود، ما در گزینه ب استعاره داشتیم، در گزینه الف هم اژدها استعاره داشتیم. بنابراین تشخیص در گزینه ب وجود داره که چهارمین آرایه است. چهارمین آرایه که به باشه در گزینه دو درسته، در گزینه چهار هم درسته. جیم پیاده مرا زان فرستاد توس. بچه ها آرایه حسن تعلیل معمولا، نه همیشه، معمولا با کلمه زان میاد، یعنی عموما، باز تأکید کنم نه همیشه. اگر زان دیدید یا از آن دیدید یا به این دلیل دیدید یا چون دیدید که شاعر میخواد دلیلی بیاره برای یک کاری، احتمال خیلی زیاد آرایه حسن تعلیل داره. زان یعنی به این دلیل. میگه اینجا رستم داره به اشکبوس پاسخ میده. اشکبوس میپرسه که تو چرا پیاده به جنگ آمدی؟ من سواره هستم، تو پیاده. رستم با یک علت تعلیل، یعنی آوردن علت، علتی که حسن زیبایی داره، با یک بیان زیبا یک علت زیبا میاره، در حالی که واقعی نیست این علت. خب اینجا گفته که رستم میگه که من به این علت زان، به این علت پیاده آمدم که اسب رو از اشکبوس بگیرم. پس آمدن من، پیاده آمدن من دلیلش گرفتن اسب اشکبوس یا تو هست، در واقع به مخاطب خودش میگه که حسن تعلیل آرای سوم هست. جیم حسن تعلیل اینجا دال رو در نظر گرفته. دال رو چک کنیم. اگر دال کنایه باشه کار تمامه. ریش برمیکند و میگفت ای دریغ. ببین بچه ها، ریش برمیکند، اگر من ریش بکنم، ریش برمیکند، انگار که عزادار باشم یا خاک بر سر ریخت، این کار کنایه است. کنایه از اندوه و ناراحتی است. ریش برمیکند و میگفت ای دریغ، آفتاب نعمتم شد زیر میغ. که منهای این سوال، کلمه میغ هم مراقب نکته امدادیش باشید، به معنی ابر. بنابراین در گزینه دال کنایه داریم که میبینید در گزینه دو این اتفاق دومین آرایه که خواسته کنایه در دومین در واقع پاسخ گزینه دو دال رو آورده و پس پاسخ صحیح گزینه دو هست.